اما سوال بعدی سوال کردن که آیا ستاره ها تأثیری دارند در سرنوشت انسان ها آیا به این موضوعات اشاره شده در مصنوی یا نه ببینید شما هیچ فراموش نکنید در رابطه با ستاره ها و تأثیر ستاره ها در زندگی انسان ما دو نوع فضا داریم دو نوع سپیس داریم اینو هیچ موقع فراموش باید چون برای خیلی این سو تفاهم میشه یکی فضا فضای بطلمیوسیه اصطلاحا میگن فضای بطلمیوسی در تمام مسائل فلسفی و علمی به کار میبرند. فضای بطلمیوسی همین چیزی هستش که ما در بالای سر خودمون میبینیم ما هست نمیدونم مریخ هست مشتری هست زهره هست همینجور تا میریم بسیم به خورشید منظومه شمسی و حالا که اکشانه و ستاره های دیگه بریم تا بینهایت اما یک فضای دیگه ای وجود داره که در این فضا همین فضای برتلمیوسیه اما دیدگاه های متفاوتی به این داشتن ببینید مولانا یه مثالی رو میزنه میگه همینجور که در دنیای شما ابر وجود داره خورشید وجود داره زمین وجود داره ابرها و خورشیدها و زمینهای متفاوتی وجود داره چه مادی و چه معنوی حالا اگر ما میخوایم اینو معنی کنیم به اینکه صحبت از بعدهای متفاوت کرده از جهان موازی صحبت کرده من اینشو کار ندارم اما شما همینقدر در نظر بگیرید که صحبت از این هستش که به طور کلی از نظر علم ستاره شناسی قدیم فضای بطلمیوسی که ما امروز در نظر میگیریم با فضای اینا بسیار متفاوته اینا اشتباه نکنید بله یه چیزهایی وجود داشته که وسایل گیری های متفاوتی وجود داشته که به وسیله اینها ستاره ای انسان رو میدیدند و معتقد بر این بودن که در اون فضا ستاره اون فضایی که دارم خدمتون میگم دیدگاه متفاوتی به فضای بطلمیوسی این رو اشتباه نکنید <تصفح> یک دیدگاه متفاوتیه برای هر انسانی یک ستاره ای وجود داره که رو طلو میکنه و بعد از یه مدتی هم غروب میکنه که مرگ اون فرده این ستاره تحت چه قدرت هست تحت چه ستاره های دیگه ای قرار میگیره کنترل چیا روش زندگی انسان بسیار مؤثره به درستی و غلطی داستان من کاری ندارم کسا اینها واقعیت داره گرده فقط شما پرسیدی من دارم خدمتون توضیح میدم شما اگه برگردید به زندگی اسکندر اسکندر مقدونی همونی که به ایران حمله کرد و ایران رو فتح کرد و خب خیلی جاهای دیگر رو فتح کرد این فرد در سن ۳ سالگی مرده شما حساب کنید یک همچون آدمی چطور میتونسته در زمانهای به اون انفوان جوانی یک همچون قدرتی داشته باشه کسی که به هیچ عنوان یک امپراتور زاده نبود یک مثالی رو از پدرین یک خاطره ای رو از پدرین تعریف میکنند در تاریخ هست پدر این مقداری نقره به این میده نقره هایی رو که این داشته شما اگر حساب کنید معادل 650 هزار یوروی امروز میشه از نظر ارزش به این میگه که اسکندر امپراتوری خود رو تشکیل بده تو جهان رو خواهی گرفت میگه آخه با این پول چون پول خیلی کمی بوده برای تشکیل یک ارتشی که بخواد بیاد با امپراتوری های مثل ایران بجنگه اصلا قابل باور نبوده اما چون الکسندر اسکندر این رو میپذیره شروع میکنه به ایجاد ارتش و امپراتوری و حرکت هایی که میخواد انجام بده اینها رو بسیار باورمند بودن امروز هم وجود داره تحت چه ستاره ای قرار بگیرید من باب مثال وقتی که تحت ستاره مشتری کسی قرار میگیره این براش نحسی میاره یعنی ستارش تحت تاثیر دور ستاره مشتری میچرخید این رو به وسایلی اندازه میگرفتن اگر تحت ستاره اگه تحت سیاره زهره قرار میگرفته این براش سعدی و سعادت میآورده تمام اینها در مصنوی هست الا ماشاءالله در مصنوی به کار رفته اما نکته ای رو مصنوی میگه میگه از همون توانایی که من صحبت میکنه از همون استعدادی که درت هست از همون قدرت فوقلاده ای که میتونه قدرت بیکرانه بهت بده تو تمام اینها رو میتونی مقهور قدرت خودت کنی و به خصوص در خود سایت یا یوتیوب اگر گوش میکنید بحث هایی رو که من سر داستان ظاهر شدن زیرکی قلام لقمان ظاهر شدن زیرکی لقمان من مطرح کردم از دفتر دوم اونجا خیلی به این نکته ها اشاره شده و منم توضیحات وافری راجع به این موضوع دادم همینطور در داستان روستایی و شهری باز هم من این داستان ها رو توضیح دادم